کمپرسور بوکی که مشاهده می کنید به کارگاه گروه مهندسی مهرسپن فرستاده شده بود و عنوان شد که کمپرسور در حین کار کرد داره صدای ضربه و صدای زیادی هست پیستون رو دارید مشاهده می کنید خراش شده این یکی از نشانه های ضربات سوپاپ هستش برای پیستون و همونطور که مشاهده می کنید سوپاپ های ساکشن و دیسچارج هر دوشون دوچار شکستگی شدن به دلایل مختلفی سوپاپ های ساکشن و دیسچارج دچار شکستگی میشن و قطعات شکسته شده سوپاپ ها در داخل سیلند باعث آسیب به سیلند و پیستون میشه یکی از دلایل شکستن سوپاپ ها برگشت مایع مبرد به کمپرسوره ما قسمت کارتر رو باز میکنیم همونطوری که مشاهده میکنید شاتون ها از لحاظ ظاهری سالم هستند شاتون ها رو باز میکنیم و اندازه گیری های لازم رو انجام میدیم و با رفرنس کارخونه سازنده میزان لقی های مجاز رو چک میکنیم و شاتون ها میزان لقی های مجاز کارخونه رو رد نکردند، پس دوباره میتونیم از این شاتون ها استفاده بکنیم به چه دلیل مایع برگشتی به کمپرسور میتونه باعث آسیب بشه وقتی که مایع مبرد به کمپرسور برمیگرده چندین مشکل رو میتونه به صورت سریالی به وجود بیاره یکی از این مشکلات شکستن سوپاپ هست ضرباتی که در سیلندر به سوپاپ ها وارد میکنه مایه مبرد میتونه دو نوع آسیب رو به سوپاپ ها برسونه یکی از این آسیب ها آسیب فتیگ یا خستگی سوپاپ ها هستش و آسیب دیگه‌ای که مایه مبرد میتونه می برسونه ضرباتی هستش که مایه مبرد وارد میکنه به سوپاپ ها که در نتیجه یه تراکم ناپذیر بودن این مایه مبرد و ضربات ایجاد شده میتونه سوپاپ ها رو بشکونه و این قطعات شکسته در داخل کمپرسور با کار کرده کمپرسور میتونن باعث به وجود آوردن آسیبای زیادی بشن این تنها دلیل شکستن سوپاپ ها و شاتون ها و دیگر قطعات نیست یعنی مایع موره تنها عامل این مشکل نیست بلکه میتونیم بگیم که عامل اصلی شکستن شاتون ها و سوپاپ ها عوامل دیگه ای مثل اوورهیتینگ هستش که باعث چنین اتفاقاتی میشه حتی آلودگی میتونیم بگیم که دومین عاملی هستش که باعث شکستگی شاتون ها و سوپاپ ها میشه